سلام بیننده های عزیز، برنامه معرفتی حقوقی منبر حقوق را از تلویزیون تاجیکستان منظور شما می نماییم. این برنامه شماست و تنها به خاطر پاسخ گفتن به سوال و درخواست های شما تهیه و پیشنهاد می شود. در برنامه امروزه حقوق شناسان سنت الله عظیمو و امید مرادزاده اشتراک دارند. نفره می نویسد مراجعت های شهروندان به این یا آن مقامات در مهلت چند روز مورد بررسی باید قرار داده شود. مراجعت های شهروندان طبق قانون جمهوری تاجیکستان در باره مراجعت های شخصانی واقعی و حقوقی که از 23 ایولی سال 2016 قبول شده است بررسی کرده می شود. در قانون مذکور درج کرده می شود که شهروندان جمهوری تاجیکستان طبق کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان با مقامات های دخلدار، تشکیلات ها، مؤسسه ها نابسته از شکل مالکیت می توانند که یک جایه یا به طریق انفرادی درخواست و شکایت های خود را به این مقامات ها پیشنهاد نمایند. باید قید نمود که مراجعت های شهروندان به این یا آن مقامات در مهلت یک ماه از مهلت وارد شدنش باید مورد بررسی قرار داده شود. اما حالت های جای دارد که مراجعت هایی که تفتیشات ایلاوگی را طلب نمی کنند باید که در مهلت 15 روز مورد بررسی قرار داده شوند. اینچنین باید تذکر داد که مراجعت های هستند که مهلت تفتیشات ایلاوگی یا که موادهای ایلاوگی را تقاضا میکنند راهبر این یا آن مقامات یا اینکه معاون راهبر کارخانه میتواند که مهلت بررسی مراجعت شهروندان را تمدید نماید. این هم باشد باید که راهبر کارخانه یا که معاون راهبر کارخانه به شخصی مراجعت کننده درباره تمدید نمودن خود بررسی نمودن مراجعت های آنها پیشگی خبر دهد و نباید مهلت مراجعت شهروندان به این یا آن مقامات از 2 ماه زیاد باشد. نفر دیگر می نویسد من یاروف سعید از ناحیه یاوان، امروز من 15 ساله شدم، آیا من حقوق مشغول شدن به فعالیت مهنتی را دارم یا نه؟ مطابق ماده 35 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان هر شخص حقوق به مهنت دارد. تمام مناسبت های مهنتی را در حدود جمهوری تاجیکستان کدکس مهنتی از 23 ایولی سال 2016 به تنظیم می دارد و مطابق کدکس مذکور سوبیکتون مناسبت های مهنتی کارمند و کارفرما می باشد. ماده 21 کدکس مذکور مقرر کرده است که شهروندی که به سن 15 ساله رسیده است همچون کارمند یعنی طرف شرطنامه مهنتی شده می توانند. همکنون در قانونگذاری مذکور حالت های استثنایی نیز پیش بینی شده است که نسبت تعلیم گیرندگان که به سن 14 رسیدن یا تعلیم گیرندگان که به سن 14 نرسیدن در تشکیلات های اجادی از قبیل تشکیلات های تئاتر ها یعنی سیرک ها نواربرداری سینما و غیره می تواند با حیث کارمند فعالیت کنند، لیکن یک چند شرط ها پیش بینی شده است. یعنی پیش از همه باید همون فعالیت مهنتی او با سلامتی همین تعلیم گیرنده ضرر نرساند. دیگر حالتش این است که یعنی همون فعالیت مهنتی او بر روند تعلیم او خلل نرساند. وقتی که تعلیم گیرنده است او همون باید از همون روند تعلیم خود یعنی روند درس باید خلل دار نشود. و دیگر حالتی یعنی که شرط مهمی که قانونگذاری معین کرده است این پیش از همه با اجازت پدر یا مادر آن همین تعلیم گیرنده. حالتی می شود که مثال تعلیم گیرنده پدر یا مادر ندارد، در این حالت آن همون شخصانی که طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان آنها را عوض کننده می توانند اجازت دهند. در این حالت آن همون تعلیم گیرندگانی که به سن 14 نرسیدند یا تعلیم گیرندگانی که به سن 14 رسیدند می توانند به حیث کارمند فعالیت کنند. شهباز علیف از ناحیه سپیتامین می نویسد دفترچه مهنتی چیست و برای چی پیش بینی شده است؟ دفترچه مهنتی این حجت تصدیق کننده سابقه کاری شخص می باشد. باید قید نمود که دفترچه مهنتی یا حجت تصدیق کننده
سابقه کاری شخص از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان معین کرده می شود. شخصی که زیاده از 5 روز در این یا آن کارخانه یا اینکه مقامات کارو فعالیت می کند باید حتما دفترچه مهنتی کشوید و شخصانی که در نزد شخصانی واقعی کارو فعالیت می نمایند برای آنها کشودن دفترچه مهنتی ضروریت ندارد. باید قید نمود که در دفترچه مهنتی مسئله های با کار شروع نمودن، از کار با کار دائمی دیگر گذاشتن با در نظر داشتی اختصاص، کسب و کار، نمود وظیفه و اینچنین از کار اخراج کردن با در نظر داشتی سبب های از کار اخراج کردن در دفترچه مهنتی قید کرده می شود. بعد از با اتمام رسیدن شرطنامه مهنتی کارفرما عهده‌دار است که دفترچه مهنتی کارمند را به دست او سپارد و بعد از اتمام رسیدن خود فعالیت مهنتی در دفترچه مهنتی کارمند مسئله های وابسته به از کار رفتن یعنی که سبب های از کار رفتن خود کارمند با در نظر داشت معیارهای مقرر شده کدکس مهنت جمهوری تاجیکستان درج کرده شود. اینچنین بعد از اتمام کار و فعالیت دفترچه مهنتی حتما باید به دست خود کارمند سپاریده شود. در صورت کشالکاری نمودن برای سپاریدن دفترچه مهنتی به کارمند هر روزه کشالکاری نمودن به مبلغ میانه معاش مزد مهنت کارمند سپاریده از جانب کارفرما سپاریده می شود. در صورت شهروند در دو مؤسسه دا یا که در دو کارخانه به کار فعالیت مشغول شود یک مؤسسه به حیث جای کاری اساسی که در آنجا به وی دفترچه مهنتی کشوده می شود و مؤسسه دویم باشد در آنجا به طریق شرطنامه‌ای کار فعالیت می کند و در این صورت نسبت وی دفترچه مهنتی کشوده نمی شود. دانشجوی از دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی چنین می نویسد: برای کشیدن تماکو در جای های جمعیتی چی گونه جوابگری مقرر شده است؟ پیش از همه باید قید کرد که کشیدن تمام محصولات تماکو از جمله ناس این کرداری حقوق ایران کنی ماموری به حساب می رود و نظر به جنایت یعنی خطری همان حقوق ایران کنی ماموری کمتر است. نوابسته از این کدکس حقوق ایران کنی ماموری در ماده 463 مقرر کرده است که برای کشیدن تماکو یعنی تمام محصولات تماکو از جمله ناس در جای های جمعیتی با اندازه از 1 تا 2 نشاندهنده برای حساب ها جریمه تعیین کرده می شود. این متناسباً 60 تا 120 سومانی می باشد. همکنون قانونگذاری جمهوری تاجیکستان در ماده مذکور مقرر کرده شده است که جای های جمعیتی گفته این پیش از همه انمون تشکیلات های دولتی غیر دولتی مؤسسه های تندرستی فرهنگی دینی و غیره یعنی تمام نمودی نقلیات های اتومبیلی نقلیات های جمعیتی و غیره یعنی در محض ان همین جای های جمعیتی کشیدن تماکو قطعی منع است و حالت استثنایی نیز در ماده مذکور مقرر کرده شده است که در جای های مخصوص جدا کرده شده کشیدن تماکو ممکن است. وقتی که در همین خیلی جای ها مثال انمون شهروندی که تماکو میکشد نسبت او یگان خیلی جزا تطبیق نمی شود. خواننده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 5 شهر دوشنبه نصیبه اسمت‌زاده چنین سوال می دهد: فرق بین قانون کنستیتوسیونی و قانون در چیست؟ مطابق قسم 2 ماده 9 قانون جمهوری تاجیکستان درباره سندهای معیاری حقوقی انا همون ایرارخی جابجاگذاری سندهای معیاری حقوقی معین شده است. یعنی وقتی که سخن درباره ایرارخی میرد یعنی که انا همون از بالا به پایان رفتنی یعنی جابجاگذاری سندهای معیاری حقوقی. وقتی که ما از زمین ماده مثال میبریم در سطح یکم کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان یعنی که کنستیتوسیون میرود، بعدن قانون هایی که با طریق رای پرسی قبول شدند و بعدن سندهای بین المللی که جمهوری تاجیکستان آنها را اعتراف کرده است، قانونهای کنستیتوسیونی، بعدن کدکس ها و قانونها. از این لحاظ علاقه معین می شود که انمون قانونهای کنستیتوسیونی نظر به قانون یک سطح بالا می ایستد. این یک مسئله است. دیگر مسئله این است که قانون کنستیتوسیونی این
سند معیاری حقوقی است که تمام مناسبت های مهم جامعه را به تنظیم درآورده، موضوع تنظیم و قبول و ترتیب قبول آن در کانستیتوسیا پیش بینی شده است. قانون باشد این سند معیاری حقوقی است که انمون مناسبت های مهم جامعه را به تنظیم درآورده، از طرف مقامات قانونگذار قبول کرده می شود. وقتی که هر دو مفهوم ما شرح دادیم، الکی نگاه کنید که یک فرقت دیگر نیز معلوم شد، یعنی همون موضوع تنظیم و ترتیب قبول قانون کانستیتوسیونی نظر به قانون در کانستیتوسیا پیش بینی شده است. روند وارد نمودن تغییر و اضافه ها به قانون های کانستیتوسیونی چگونه است؟ تشکر زیاد. وقتی که سخن درباره وارد کردن تغییر اضافه ها می رود، از جانب مقامات قانونگذار مخصوص لایحه های انمون قانون جمهوری تایسون درباره تغییر وارد کردن تغییر اضافه ها به همون قانون دیل خو سند معیاری باشد، لایحه ترتیب داده می شود که با همون مقامات های دخلدار روانه کرده شده، خلاصه های آنها را جمع کرده، بعدن انمون با یک خلاصه معین آمده همون لایحه تهیه می شود که بعدن امضا گذار می شود. وقتی که سخن درباره قانون های کانستیتوسیونی می رود، این پیش از همان یعنی با همون تعلق به کانستیتوسیا دارد، نظر به قانون، یعنی که قانون های عادی مثل همون با یعنی که از مقامات قانونگذار می تواند به یگان مانع همون تغییر اضافه وارد کند. وقتی که سخن درباره قانون کانستیتوسیونی می رود، در اینجا مسئله کمتر دشوارتر است، زیرا که وقتی که ما گفتیم که ترتیب یعنی که همون موضوع تنظیم و ترتیب قبولیان در کانستیتوسیا پیش بینی شده است. محمد شریف از ناحیه فرخور می نویسد: پیش از سفر برای کار و فعالیت به کشورهای خارج، شهروند چی را باید داند؟ یکی از مسئله های مبرم در پیش برد حیات و زندگی این مهاجرت مهنتی به حساب می رود. شهروندان وقتی که به مهاجرت مهنتی سفر می کنند، به واسطه به مشکلات های زیادی حقوقی در دولت کار کرایه روبرو می شوند. باید قید نمود که پیش از سفر نمودن به مهاجرت مهنتی به دل خود دولت کار کرایه، شهروندان باید از قانونگذاری آن کشورهایی که آنها سفر میکنند باید برخوردار باشند، چون که در اکثر دولت هایی که آنها سفر میکنند وضع حقوقی یعنی که مسئله های وابسته به مهاجرت مهنتی دیگرگون بوده میتوانند. بعض دولت هایی هستند که در بابت مهاجرت مهنتی مسئله های با قیدگیری مهاجرتی دارند، به واسطه وقتی که با مهاجرت مهنتی سفر میکنند باید که از قید مهاجرتی گذرند. و مسئله دیگر این است که در بعض قانونگذاری دولت ها مسئله قید مهاجرتی تا 15 روز معین کرده شده است، یعنی که در مهلت 15 روز مهاجران مهنتی باید از قید حتمی مهاجرت مهنتی گذرند. اگر مقصد و هدف آنها با مقصد مهاجرت یا که با مقصد با مشغول شدن به فعالیت مهنتی نباشد، آنها از مهلت 15 روزه‌ای که ما قید نمودیم برای به قیدگیری مهاجرتی آنها آزاد میشوند. این چنین در بعض دولت ها برای به فعالیت مهنتی مشغول شدن گرفتن اجازت نامه کاری حتمی است، به مانند پتنت، یعنی که آن مهاجرانی که به دولت های کاری کرایه سفر میکنند باید دانند که به واسطه برای مشغول شدن به فعالیت مهنتی از مقامات های دخلدار این یا آن دولتی که آنها به فعالیت مهنتی مشغول میشوند پتنت یعنی که اجازت نامه مشغول شدن به فعالیت مهنتی را گیرند. و اجازت نامه فعالیت مشغول شدن به فعالیت مهنتی خودی پتنت از مقامات های دخلدار حکومت دولتی همان دولت به واسطه که با مهاجران مهنتی کار و فعالیت میکنند داده میشود. یکی از شرط های سفر کردن با مهاجرت مهنتی به خارج کشور این گذشتن از معاینه طبی حتمی است، یعنی که پیش از سفر کردن شهروندان جمهوری تاجیکستان دلخوا دولت را می باید که از معاینه طبی حتمی گذارند. در صورتی داشتن کسلی های وزنی سرایتی از دولت کار کرایه می توانند که با در نظر داشتی حلنامه مقامات های دخلدار دولتی از دولت کار کرایه اخراج یعنی که بیرون کرده شوند. یعنی که بیرون کردن یا که اخراج کردن از دولت کار کرایه معنای آن را دارد که شهروند دوباره تا یک مهلت معین نمی تواند که وارد به دولت کار کرایه شود.
به شما برای پاسخ‌های مشخص به سوال و درخواست‌های بیننده ها اظهار مینداری بیان میکنیم. بیننده های عزیز، شما برنامه منبر حقوق را از اداره برنامه های حقوق، امنیت و مدافع تلویزیون تاجیکستان تماشا کردید و اگر سوال وابسته به مسئله های حقوقی و قانونگذاری کشور عزیزمان دارید، به عنوان برنامه ما بفرستید و حقوق شناسان ما پاسخ خواهند گفت.